چرا کردها در زمان صفویان از سمت غرب کشور به سمت شرق کشور کوچ کردند و این کوچ چه تأثیری روی جامعه داشت؟ سلام، من حمید هستم و توی این ویدیو میخواییم درباره کوچ تاریخی کردها از غرب کشور به خراسان صحبت کنیم. خوش اومدید به کانال دروازه تاریخ. ما تو ویدیو قبلی درباره تاریخ کردها صحبت کردیم که اگه هنوز اونو ندیدید لینک اونو توی توضیحات واسهتون قرار میدیم و میتونید اونو نگاه کنید. اما همونطور که گفتم توی این ویدیو قراره درباره حرکت تاریخی کردها به سمت خراسان صحبت کنیم که منابع ما کتاب حرکت تاریخی کرد نوشته کلیم الله توحدیه که توی 7 جلد نوشته شده، ولی فکر میکنم فعلا 6 جلد اون منتشر شده. البته همین اولم بگم بعضی از مطالب کتاب با بقیه منابعی که چک کردیم متفاوته، اما داستانها و اتفاقاتی که توی اون دوران اتفاق افتاده رو به خوبی توی این کتاب بیان کرده. با قدرت گرفتن صفویان، سرزمین‌هایی که طی سالها از هم جدا شده بودن و تجزیه شده بودن دوباره زیر پرچم یک قدرت واحد میرن و عملا کشور ایران دوباره متولد میشه. اما یه سری حرف و حدیث هایی هم درباره خود صفویان هست که حالا نحوه انتخاب مذهب و صحبت‌های در رابطه با پادشاهان اونها و یا حتی درباره اصالت پادشاهان اونها که کرد بودن یا ترک بودن که ما تو این ویدیو بهش نمیپردازیم. ما قبلا درباره صفویان یک ویدیو ساخته بودیم که حالا لینک اون رو هم توی توضیحات واسهتون قرار میدم، اما باز هم یک مرور اجمالی توی این قسمت باید درباره اینها داشته باشیم. در اوایل حکومت صفویان، عثمانی ها از غرب و ازبک ها و ترکمن ها از شرق تاخت و تازهایی به ایران داشتن و از اونجایی که صفویان مذهب شیعه رو به عنوان مذهب رسمی اعلام کرده بودن، این قضیه هم گاهی باعث همکاری و اتحاد ازبک ها و عثمانی ها علیه صفویان می شد. تو این شرایط ولایت کردنشین که در قسمت قبل تاریخ کردها بیان کردیم بین عثمانی ها و صفویان تقسیم شده بود و این تقسیم شدن سرزمین حتی در مذهب اونها هم تأثیر داشت و بیشتر کردهای داخل ایران شیعه و کردهای خارج از ایران سنی مونده بودن. در این بین همیشه توی این مناطق جنگ‌های زیادی در می‌گرفت و کردها به هر طرف که ملحق می‌شدن از طرف دیگه مورد حمله قرار می‌گرفتن و سرکوب می‌شدن. با این حال کردها علاقه بیشتری به ایران داشتن و توی هر فرصتی که پیش می‌اومد این علاقه رو به نحوی نشون می‌دادن. حاج استنبگ چمشگزک سرپرست کردهای چمشگزک در غرب و شمال غربی ایران بود که توی جنگ چالدوران هم بین صفویان و عثمانی ها طرف شاه اسماعیل رو میگیره. این جنگ در سال 1514 میلادی یا 894 خورشیدی، یعنی یه چیزی حدوداً 500 سال قبل رخ میده که با شکست شاه اسماعیل همراه میشه. بیشتر ایل و طایفه رستنبگ و مراتع و منازل اونها توی دیاربکر و آمد بود که به تصرف سلطان سلیم عثمانی ها در اومده بود. حاج رستنبگ بعد از شکست از روی ناچاری به امید صلح و مذاکره به سلطان سلیم پیغام میده که با 40 نفر از بزرگان کرد به اردوی عثمانی ها میاد. اما سلطان سلیم برخلاف قولی که داده بود همه رو گردن میزنه و بعد از اون هم خالد بیگ کرد که از شاه اسماعیل حمایت کرده بود به همراه 150 نفر از آدمهاش برای اظهار تسلیم به اردوی سلطان سلیم میاد که همه اونها رو هم گردن میزنه و این اتفاقات باعث دشمنی و جدایی کردها و عثمانی ها میشه. اما در اون سمت ملا ادریس بدلیسی نویسنده کتاب 8 بهشت از کردهای طرفدار عثمانی ها بود که به عثمانی ها مشاوره میداد و در دربار اونها خدمت میکرد. توی اون دوران کردهای ایرانی شیعه و کردهای عثمانی سنی بودن و یکی دیگه از اختلافات و جدایی بین کردها همین مذهب بود که به خاطر اون اصل و ریشه و نژاد و تاریخ خودشون و ارتباطشون با ایران رو فراموش کردن و به روی همدیگه شمشیر کشیدن. بعد از کشته شدن حاج رستنبگ، ایل چمشگزک به طور جدی تصمیم میگیرن تا از عثمانی ها فاصله بگیرن. توی همون دوره ازبک ها هم خراسان رو تصرف کرده بودن و در این مناطق تاخت و تاز میکردن. به همین خاطر شاه اسماعیل بعضی از چمشگزک ها رو به همراه قرامانلوها و کلهورها به خراسان میاره و طی چند جنگ ازبک ها رو شکست میدن. بعد از اون در دوره شاه طهماسب کردهای چگینی، استاجیلو و چاوشلو هم به خراسان منتقل میشن و در اون منطقه ساکن میشن.
با به سلطنت رسیدن شاه عباس، ازبک ها دوباره به خراسان حمله میکنن و مشهد رو محاصره و بعد هم تصرف میکنن و دست به قتل و غارت توی مشهد میزنن. با این شرایط و برای غلبه به ازبک ها، شاه عباس تصمیم میگیره تا کرد ها رو از آذربایجان و غرب کشور به خراسان منتقل کنه تا با کمک کرد ها بتونه جلوی تهاجمات ازبک ها رو بگیره. اما از اونجایی که میدونست اگه سران کرد ها با این پیشنهاد مخالفت کنن نمیتونه اونها رو مجبور به این کار کنه، پس در جلسه برای سران کرمانج از موقعیت پهناور خراسان و سرزمین های حاصلخیز اونجا برای چرای دام ها و احشام میگه و اونها رو تشویق به مهاجرت میکنه. علاوه بر این یه دلیل دیگه هم هست که میگه به خاطر محدود بودن مراتع کردستان و آذربایجان گاهی درگیری هایی بین طوایف مختلف بر سر مراتع به وجود میومده که شاه عباس با این کوچ این مشکل رو هم رفع میکنه. یعنی عملا با یک تیر دو نشون رو میزنه، هم از مرزهای شرقی دفاع میکنه و هم درگیری های غرب رو رفع میکنه. این کوچ بزرگ که بین 40 تا 50 هزار خانوار در اون شرکت داشتن بین سالهای 1000 تا 1011 قمری در چند مرحله انجام میشه. البته درباره تعداد افراد کوچ کننده نظرات متفاوتی وجود داره. توی این حرکت تاریخی کردها یا همون کرمانچا از آذربایجان به شرق قزوین و بعد از اون به جلگه تهران و ورامین برای حفاظت از پایتخت مستقر میشن. در همین زمان ازبک ها هم پا رو فراتر از خراسان میذارن و تا یزد و کرماند و زرند مورد قتل و غارت قرار میدن و حتی به سمت کاشان و عراق هم پیشروی میکنن که توی مسیر برگشت با کردهای مستقر در ری و خار و ورامین برخورد میکنن که توی یک جنگ ازبک ها شکست میخورن و به این ترتیب اسرای عراقی و کاشانی و یزدی و زرندی آزاد میشن و با اموالی که ازبک ها از اونا به غارت برده بودن به شهرهای خودشون برمیگردن. این پیروزی کرد ها باعث افزایش روحیه مردم و سربازا میشه و همچنین شکست ناپذیری ازبک ها رو زیر سوال میبره. کرد های کوچ کننده در قوچان، شیروان، اسفراین، مشهد و درگز و بقیه نواحی خراسان مستقر میشن و وضع سیاسی و اقتصادی منطقه رو به کلی دگرگون و امنیت منطقه رو تأمین میکنن. البته این مهاجرت عظیم باعث به وجود اومدن تعارضاتی هم در مقصد میشه. مثلا ولایت قوچان، شیروان، بجنورد و سمنگان مسکن طایفه ترکان گرایلی بود و کردها برای اینکه سرزمینی برای خودشون به دست بیارن زد و خوردهایی با این طایفه داشتن و در نهایت کردهای چمشگزک که همون زعفرانلو، شادلو، کاوانلو و آمارلو بودن، آمارلو البته یا امارلو بودن، در منطقه خراسان ساکن میشن. البته در منابع مختلف از ایلهای سعدانلو، دوانلو، اورامانلو، بچناوند و باونور هم توی این کوچ اسم برده شده. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتید و واسه تون مفید بوده برای حمایت از ما اونو لایکش کنید چون به همون انرژی میده. اما آیا کردها قبل از دوران صفویان در مناطق شرقی ایران هم حضور داشتن؟ در پاسخ به این سوال باید بگیم که از علت و زمان پراکندگی کردها در مناطق شرقی ایران قبل از عهد صفویان منابع و اطلاعات زیادی در دسترس نیست. با این حال در بعضی از منابع از حضور کردها توی این مناطق صحبت شده. مثلا در خاطرات منسوب به تیمور گورکانی در کتاب منم تیمور جهانگشا، تیمور در مسیر لشکرکشی به قوچان به جماعتی برخورد کرده که خودشون رو کرد معرفی کردن. یا مسعودی هم در قرن 4 هجری در کتاب التنبیه و الاشراف خراسان رو یکی از مناطق و سکونتگاه های کرد معرفی میکنه. از آخرین کوچهای کردها به خراسان میتونیم زمان نادرشاه رو مثال بزنیم. نادرشاه بعد از اینکه در سال 1147 یا 1734 میلادی در منطقه ذهاب کرمانشاه احمد پاشا سردار عثمانی رو شکست میده، عده‌ای از طوایف لور و کرد همدان و کرمانشاه رو به خراسان منتقل میکنه. نادر همچنین کردهای کرمانج آمارلو یا امارلوها رو هم برای جلوگیری از تاخت و تاز روس‌ها از قوچان به گیلان کوچ میده. به این ترتیب کردها در سرتاسر ایران، ترکیه، سوریه، عراق و آذربایجان پخش شدند و در همه جا هم فرهنگ و رسوم خودشون رو نگه داشتن. گرچه متاسفانه در دهه های اخیر این رسومات کمرنگ تر شدن. کردهای مهاجر به خراسان علاوه بر تأثیرات سیاسی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه هم تأثیر گذار بودن و البته گاهی هم مشکلاتی داشتن.
مثلا در سال 1260 خورشیدی یا 1881 میلادی، بعد از اینکه قرارداد آخال بین قاجارها و روسیه امضا شد، مشکلات فراوانی برای بخشی از کرمانچای خراسان و ترکمنها به وجود آورد. میدونید که توی پیمان آخال مرز بین روسیه و ایران مشخص شد. و یا بهتره بگم که قاجارها عملاً سرزمین‌های ترکمنستان امروزی رو بدون جنگ و درگیری در اختیار روس‌ها قرار دادن و با امضای این عهدنامه دیگه هیچ ادعایی بر این مناطق نداشتن. البته در این حادثه ترکمن‌های یموت و گوگلان و کردهای زعفرانلو و شادلو بدون حمایت دولت در نبرد گودتپه با روس‌ها جنگیدن ولی شکست خوردن. کردها و ترکمن‌ها پیش از این بارها با هم درگیر شده بودن ولی توی این نبرد در مقابل دشمن خارجی متحد میشن. بعد از این قرارداد هم اعتراضاتی از طرف مردم که کردهای شادلو هم جز اونها بودن برای این قرارداد صورت میگیره ولی به جایی نمیرسه. منطقه فیروزه ترکمنستان امروزی یکی از مناطق کرمانج‌نشین بود که تقدیم امپراتور روسیه شد. اما حالا پس از سالها گذشت از این کوچه تاریخی، اقوام کرمانج، ترک، ترکمن، فارس و تات با هم استان خراسان رو شکل میدن و آداب و رسوم و فرهنگ اونها در هم تنیده شده. این تنوع قومیتی در خراسان و در مقیاس بزرگتر در ایران و همچنین ترکیب و در همامیختگی اقوام توی سده‌های اخیر باعث شده تا رسم و رسومات و فرهنگ‌های بجامونده بین اکثر اقوام مشترک باشن. مثلا ما توی خراسان یک رقص معروف به رقص کردی داریم که همه اقوام ساکن در خراسان، چه کرمانج، چه ترک و چه فارس و تات، همینجوری می‌رقصن و امکان نداره آهنگ کردی پخش بشه و یه قوچانی یا بجنوردی و یا بهتر بگم یه خراسانی با اون نرقصه. حالا درباره رسم و رسومات و فرهنگ مشترک اقوام خراسان، البته با تکیه بیشتر بر کرمانچ‌ها، توی ویدیوی بعدی صحبت خواهیم کرد. پس ویدیوی بعدی رو از دست ندید. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.